انسانی ذاتا خطاکار است و واجب بر هر مسلمان این است که اگر مرتکب گناهی شود فورا توبه و استغفار بکند و الله از توبه بندش خوشحال می شود و در حدیث آمده است که الله از توبه بندش شادتر از کسی است که هنگامی که چشم باز کند و ببیند که شطورش را که او را در صحرا تنها گذاشته بود و به سویش بازگشته است و مسلمان باید از گناهان خلوت برحذر باشد چرا که الله تعالی کسی که گناه خود را از دیگران پنهان می کند و از الله پنهان نمی کند را مورد ملامت قرار میدهد الله تعالی می فرماید آنها زشکاری خود را از مر مردم پنهان می دارند اما از الله پنهان نمی دارند و هنگامی که در مجالس شبانه سخنانی که الله را رازی نبود می گفتند خدا با آنها بود و الله به آنچه انجام می دهند احاطه دارد و پیامبر صلی الله علیه وسلم از گناهان خلوت امت خود را برحذر کرد و فرمودند یقینا اقوامی از امت خودم را می شناسم که در روز قیامت با حسنات و اعمال نیکی مانند سلسله کوههای سفید تهامه به درگاه الله حاضر می شوند. ولی خداوند اعمال آنها را مانند خاکستر برباد میدهد ثوبان رضی الله عنه فرمودند ای رسول الله آنها را برای ما بس و نمایان کن تا از نوع آنها نباشیم و خبر نداشته باشیم حضرت فرمودند آنها از برادران و خیشاوندان شما مسلمانان هستند و حتی شب را همچون شما نماز میخوانند ولیکن هنگامی که تنها میشوند حرام و حلال خدا را رعایت نمی کنند و مسلمان با توسط چند چند چیز می تواند از این گناهان رها شود از جمله پناه بردن به الله با تضرع و مناجات با او تا الله او را از گناهان دور کند و مبارزه با هوای نفس و دفع وسوسه های نفسانی و تلاش و مجاهدت برای پاک نگه داشتن نفس با عبادت کردن و اجتناب و دوری از هر گونه تنهایی به قدر ممکن به دوستی و همراهی با انسان های صالح و پاک و مؤمن و احساس اینکه الله او را مراقبت می کند و به همه امور مسلمان من ظاهر و باطنش خبر دارد و تصور این را داشته باشد که وقتی گناهی انجام می دهد هایی که او آنها را محترم و بزرگ می شمارد به هنگام دیدن او در هنگام گناه ناراضی می شوند پس بایستی احساس این که الله بزرگتر و محترمتر از دیگران است و الله احقتر از دیگران برای تصور از دوری گناهان است و در حدیث آمده است که و از الله شرم و حیا کن همان گونه که از یک شخص صالح از خانواده ات حیا داری و یادآوری مرگ هنگامی که به سراغ او میآید و او در حال انجام گناه است و چگونه با این فعل و گناه با خدای خود دیدار می کند و یادآوری بهشت و نعیمی که الله برای متقیان در نظر گرفته و یادآوری جهنم و عذابی که برای گناهکاران در نظر گرفته و چه زیبا گفتن شاعر برای ابد تنها شدی نگو که تنها هستی بلکه بگو من ناظری دارم و دا گمان مبرک خداوند ساعتی را غافل شود و یا چیزی را که بر آن پوشش است او را غافل کند و یا چیزی